قرارداد شده، این سال باید برای از این تکمیل میشد. ولی متاسفانه این سال پیش که بالای اون سال جاوری یک حمله صورت گرفت، شرکت ما مجبور وزی شد به خاطر حفظ جان و مال شرکت تمام پرسنل و ماشین را صحبه بکشم تا که حالت دوباره نرمال بشد. متاسفانه که در یک مدت طولانی رای کربا و رای جنده برای حالات دوباره به این پروژه بسته بوده. در اخرا ما دانستیم سال گذشته بعد از مورد مورد رمضان پروژه دوباره تشکیل گرد مسائل ماشین اینکانات دوباره است. فیلن پروژه در حدود 35% از لحاظ مالی پیشرفت داره و از لحاظ فیزیکی کارشون خیلی پیشرفته. این پروژه در مجموع دارای 3 دانه پول یا برج هستم که به امروز سر یک از برجای برج نمبر 3 که چل جوالی نام داره سر از این کار میکنیم کردن کارشان تمام است و کانگریت که سیشان جویان دارن. یعنی 3 برج است، 128 دانه کلچک است، 10 دانه واش است و 11 دانه واش و 10 دانه دیوالای استنادی پروژه در بر داره. اسفالت سرک 6 متر است و در ساحای بازاری 1.5 متر شانه ها و در طول مسیر دیگر که در ساحای زراعتی یا دکویی است باز 1 متر شد در داره. فعلاً پروژه حالات مثلا در 4 کیلومتر ساحه ازی آماده است که بخیر لیار بسکورسان شروع شود و 13 کیلومتر دیگه ازی آماده ازی است که لیار سبیل سینایشان بخیر بازیم. در بلند بعد از این پروان اگر خواست خدا بود به کمک مردم و همکاری شرکت و وزارت محترم ترانسپورت آمادگی اسفالت داریم که بیچومین یا خیرشان رسیده و دستگاه اسفالت بخیر به حالت انتقال است که بیاید و کرش به خاطر اسفالت و بسکوس که ضرورت است و نازه کافی تولید داریم و پلان کارهای ما بسیار انشالله منظم با پلانی که ما داشتیم پیش میرن. انجینر صاحب تو گفته میتونن که چند فیصد کارها تانوس پیش رفته؟ در حدود 35% پروژه عملا که ما وزارت محترم ترانسپورت هم در جریان هستیم با اونان گزارش داریم 35% پیشرفت کاری داره. ولی امسال انشالله این پروژه پیشرفتشان بالاتر از 70% ما پلان کردیم. اگر خواست خدا بود با کمک همکاری مردم بیشتر از 70% این پروژه هم با حالت اسفالت و هم با حالت کندنکاری و پرکاری پیش میره. ولی خوشبختانه یک کار است که یک مشکل کلان که ما داشتیم همی ساختن آبدوها و پلچک ها بوده که از 128 تانه 100 تانه از این آماده و تکمیل است. فقط 7 کیلومتر سرک یا 8 کیلومتر سرک باقی مانده پلچک ها در نوز ساخته نشده که نمی مشکل کلان از پروژه بوده. این پلچک ها تکمیل شد، سرک انشالله آماده با لیرهای اساسی میشه و پروژه اسفالت شده شده. انجینر صاحب فعلا شما در کدام نقاط مصروف کار هستین؟ ما از 0 کیلومتری تا 4 کیلومتری آمادگی بسکورس داریم و سبیس بسکورس ما جریان داره و در ساحه 7 کیلومتری که کرش پلانت ما هست تولید مواد داریم برای پروژه برای اسفالت و اینا و در ساحه پول چلجوالی یا پروژه نمبر 3 که خودتون میبینی بخیر پول تازه شروع کردیم که بخیر پول جور شوه و بعد از این از 13 کیلومتری به اون طرف تا 22 کیلومتری ما مصروف پلچک ها کندنکاری پرکاری و تهیه مواد هستیم که شما نیز ساحه شما دیدن کردیم. انجینر صاحب در جریان همه کار و فعالیت شما با چی چالش های روبرو شدین تا هنوز؟ بسیار سوال خوبی است. یکی چالش بسیار بزرگ که برای بعض وقت عامل کاستی و کنده کار میشه یک جای دوردست است که در جاغوری یعنی هیچ نوع مستری
یا استاد ماشینری وجود نداره. حتی یک نایت، یک لودر، یک اسکاواتر یا دمپترک یا هر وسایل دیگه که در سرک کار میشه خراب میشه، ما مجبور هستیم اونو نایت و بولچه و نمو کرزه را دکاندار پرمایش بدیم، دکاندار خریداری شد و از اوجه تا انتقالشان میرسه 3 روز اون ماشینری ما بیکار میمونه یا 4 روز. و دیتو راست پروژه که یک ماشینری همراه دیگه ماشینری لینک یک زنجیر واره بسته است، اگر لودر ما خراب میشه در مقابلش دمپترک های استاد میشه، در مقابلشان گریدر استاد میشه و پرسنل بیکار شد. خوشبختانه که ما بکاپ یا خیلی تعداد از وسایل داریم اگر خراب بشه، ولی متاسفانه این مشکل داریم که هیچ نوع امکانات جاغوری از مواد سرک یا از ماشینری، ترمیم ماشینری و یا وسایلی که ضرورت میشه که ما به سرک خریداری کنیم، بسیار وسایل عادی ما با از کابل از کندار خریداری کنیم و از اوجه برسنیم. این مشکل بسیار مشکل چالش زیاد است. دیگه مشکلی است که ما در مسیر را سرک ما از جای عبور میکنن که راه های پره خیلی کم است یا حتی هیچ امکان ندارن. در جای است که ما عملا باید کار کنیم، عملا با مردم باید رابطه و عملا با مردم باید او بتیم. بسیاری وقتا ما نسبه سرکت ها کار میکنیم یا نسبه پلچک کار میکنیم، چون منطقه زراعتی و کوهی است، راه های پره خیلی کم است. این همی چالش دوم است. همکاری مردم در این زمینه با شما چطور است؟ در مجموع تشکر از تمام مردم جاغوری، از کار ما، از پروژه ما حمایت کردن، کمر ما را بسته کردن و اتو مزایمت های کلان که مثلا در بعضی از جایهای دیگه وجود داره خوشبختانه در منطقه جاغوری نداره، از مقام ولسوالی گرفته تا هر پرد عادی انشالله همراه ما همکار هستن و همکاری میکنه و ما از همکاریشان کاملا تشکری میکنیم. خانه همیشون آباد. بعض وقت اگر ما با مشکل یا راه را خراب کردیم یا کمی یک بیستک ما اونا را تال دادیم، بسیار از حوصله مندی خود کار گرفتن و همیش گفتن که ما میفهمیم که سرکسازی است و پروژه است، گفت نداره مشکل انشالله حل میشه. بسیار ممنون از همکارشان، تشکر میکنم. از ناحیه غجور تا سنگ ماشه دیگه تو بجوز همه پول چلجوالی دیگه تو پول جای نمانده برای کار؟ مانده پول سنگ ماشه که یک پول از وضعیت خوب برقرار است، ولی یک پول متاسفان دیزاین ما تخریب میشه و پول باید بسازیم و یک دانه پول از شبخانه دولتی و طرفتر یک پول دیگه است که در 2 کیلومتر در 2 کیلومتر است اکنون در 2 کیلومتر سر یک پول مانده که صبح ترتیبات از او پول گرفتیم بخیر که کنم پایشان شروع میستنیم. همزمان از 3 پول انشالله ما کار میکنیم و اگر خواست خدا بود بعد از عید قربان در ماه اول اصلی پول از پروژه تکمیل میشه و ساحت تسلیم مردم جاغوری میشه، اما از پارتا میشه انشاءالله. بسیار خوب. انجینر صاحب تو گفته میتونیم که حدودا چی زمان همین پروژه به اکمال میرسه؟ تا جایی که ما پلان کاری داریم و مشکل نمی بوده که بعض وقت پلان ما پلان میسنجیم، ما با انتقالات مواد، ما با مشکلات امنیتی را و یا با حاضر نشدن مردم یا ماشینری یا پرسنل که ما اگر نام میبریم که ما مثلا در جاغوری پروژه داریم از کابل یا قندار بر ما لودر و گریدر اینا بتیم، مردم دل نمیگیرن، چون این ساحه از قندار یا از کابل گرفته تا خود جاغوری مکملا با تهدیدات بلند امنیتی مواجه هستن. اینمی مشکل است که برای ما بعضی وقت وسایل های ما رسیدگی کرده نمیتونه. اگه مثلا تا دو روز اگه وقت بگیره از خاطر امنیت، مشکل امنیتی از طرف دولت و از طرف مخالفین دولت، بعضی وقت ماشینری وسایل و مواد و سرک ما روزها توقف میشه و خیلی به سختی بر ما میرسه و بعضی اخاذی های دیگه در راه مسیر مکمل صورت میگیره. از قندار اگر جنس ما میرسه تا جاغوری از اخاذی میشه و حتی بعض وقت رفتار زشت هم رای موتروان های ما میشه. متاسفانه که مشکل است اگر ما یک دفعه یک تیلر از قندار جنس میاریم، دفعه دوم او تیلر بجود از که خودشان آزر نمیشه که بیارن، دیگر موتروان ها را که پایشان هم خبر میسازه که باید جاغوری به خاطر شرکت مواد انتقام نمیشه. اون مشکلات است که ما پلان ما است که به سال آینده پاییز هم نوید قربان ما پلان کردیم که ما از سرک رو کنجا باید کاملا برایم و کنجا تصمیم مردمی جاغوری رو حکومت بزازیم، ولی با بعض وقت ما مشکلات میبینیم وسایل های متوقف میکنه، لودر های متوقف میکنه، با اسباب ما پایی میشه یا اخاذی میشه. مشکلات هست که پلان این روزه ما برای صبح میمونه، از صبح برای دیگه صبح میمونه
بازم ما کوشش میکنیم انشالله که با هر نوع مشکلات و چالش ها پروژه را به ثمر میرسانیم و پروژه را باید تصمیم دولت و حکومت و مردم جمهوری بسازیم. انشالله که در سال آینده تایید قربان ما این پروژه را تکمیل کرده باشیم و تصمیم دولت و مردم کدام گفتنی اگر برای مردم و در کل داشته باشیم؟ از مردم خواستن با جوانا و دریور صاحبا یک گیلم دارم و یک خواستم دارم. تشکر از این که شما آمدیم. کارگرها ما در مسیر را کار میکنن. اگر که ما از آپاشیم اینا کار میگریم ولی در جایی که میرسه بسیار بسرعت از اون منطقه تیر میشه که دائم کارگر ما، انجینر ما خود میسازه و منطقه را آلوده میسازه و یا به نموجه مزاحمت ها میشه. از این جوان ها خواهش ما این است که سرک در حالت ساختن یا بازسازی است یا کارهای کندنکاری و پلچک ها اینا داره، در جاهایی که پرسنل ما کار میکنه بودم اونجا یک کمی آهسته بره، یک کمی سلو بره و همی صحت کارگرها یا صحت انجینر صاحبها که در پروژه مسئول کار هستن اینا را در مد نظر بگیره که به این مشکل سخت جدی مواجه هستیم. دیگه تو خاص گفتنی نداریم، فقط از حوصله بندی مردم تشکر میکنیم که بعض وقت در راه سازی یا اگر خانهشان تخریب میشه یا زمینشان تخریب میشه. اگر که ما در مسیر سرک با دو خانه دو سال مبارزه کردیم تا دو متر دیوارشان چپه میشه، خب بالاخره امسال تانستیم یک 20 روز با پیش به کمک همکاری ولسوالی کماندانی امنیت ما تانستیم که دیوارا از مسیر سرک دور شود و موساهای ما تکمیل شود. در مسیر سرک دیگه میتونه جایهای هستن یا کانال هست یا پلچک ها هست یا خانه و دکان هست، این شالا امیدوار هستیم که مردم مزاحمت نکنن و این پروژه کلان و پروژه ملی را با بنبست مواجه نسازن و این شالا این سرک برایشون اگر امروز درد سر یا جنجال ها ایجاد کرده آرامش و خوبای های خیلی زیاد با خود میاره. فقط همکاری مردم باشه. و یک گفت دیگه که در این سرک ما از ولایت های مختلف افغانستان آمدیم. این منطقه هزارجات هست که تمام مردمشان ارازداره هستند و مردم ما بسیار زیاد از دیگه ولایت‌ها آمده. مردم بعض وقت تشویش رزی داره که مردم اینجا آمده خدا مثلا هدف از دیگه چیز نباشه. کاملا اطمینان میدیم که ما فقط به خاطر کار، به خاطر غریبی، به خاطر یک پروژه ملی آمدیم. از ما هیچ نوع تهدید احساس میکنیم و این مردم اگر لباسشان امرای شما فرق میکنه یا لاکشان یا خیابیشان شما امرایشان صمیمانه برخورد کنید و هیچ نوع ترس و تهدید از اینانه داشته باشه. مکمل امرای ما راجستر است، مکمل امرای ما کارت داره و هر لحظه از طرف شرکت ما زیر کنترل است و جای بوده باشان گشت و گذارشان. در این مورد بعضی تشویش ها امرای مردم بوده که از طریق رسمی امرای ما شریک ساخته شده ولی ما کاملا اطمینان میدیم که نفرای ما بعد از چک و بررسی در شرکت ما قدم میذاره و به خدمت میاد. تشکر انجینر صاحب از اینکه حاضر شدین و همراه ما صحبت کردین و معلومات تان مشترک ساختین. تشکر ساختیم. زنده باشین. لطف تان است. بخیر باشین. فعلاً شخوزه ایلومان قرار داریم. کار ما که از دکون میدن این آماره سنگ منیم جوی شگاره دیگه میبینیم که بعد بخدا انجینر ها تجایر این کار داره سیمان خیلی زیاد خواهدی منم مثلاً دیکم ساعتی ساعتون Thank you.